Salut mes amis, سلام دوستان من، لسون 24 خب این 20 خونده میشه و اینم او خونده نمیشه بچه ها اینجا که بعدش مثلا ای باشه یا آ باشه او شنگار نادیده بگیریدش پس این میشه 4 تا غ میاد. در این درس میخوام واسه تو یه مقدار صرفا رو بهتون بگم که چطوری صرف میشه که بتونیم راحت تر کار رو دنبال کنیم. جو گفتیم افعال فرانسوی به چی ختم میشن؟ یا به او اغ، یا به اغ او، یا به ای اغ. از این ستا هم خارج نیست. و افعالی که به او اغ ختم میشن مثل پغله در واقع واسه جو من انگار ره حس میشه. در واقع همیشه ما او اغ رو حس میکنیم و یه چیزی اضافه میکنیم که صرف صورت بگیره. مثلا اینجا من او اغ رو حس کنم ا اضافه کنم، در واقع چی شده؟ صرف واسه جو صورت گرفته. فرقی نمیکنه، در گفتیم ا ات آخر جمله در این موارد خونده نمیشه. پس میگیم جو پغل واسه من صحبت میکنم، تو پغل اس خونده نمیشه آخر کلمه، ولی وو پغله چون زه داریم آخر کلمه تا ا میاد، تا اینجا میاد. در واقع ال یعنی چی؟ ال یعنی در واقع اون دختره، درسته؟ مثل الهام، مثلا الهام اونجاست ال. ما مر مادر من ال. و ایل گفتیم یعنی پسر، او پسر، او دختر. خب اینا هم بچه ها در حالتی که بغله باشه، یعنی افعال به او اغ خط شده باشن، سوم شخص که ال و ایل باشه با اول شخص هیچ فرقی نمی کنه بچه ها. یعنی من میتونم اینو کپی کنم واسه هرچی واسه جو بوده کپی کنم بیارم اینجا واسه ال یا ایل بذارم، فرق نمی کنه. ایل و ال یکی هست، هر دو سوم شخص هست. او هم سوم شخصه. اون در مورد این بعدم صحبت میکنیم. اون پس نکته اول شخص و سوم شخص صرفشون تو زمان حال یکیه. میبینید من صحبت میکنم، او صحبت میکند. parlez je parle tu parle vous parlez elle parle il parle. ما میشه چی؟ همین وو رو برداریم. خیلی اون شباهتی بین نو و وو، بنابراین زیرش می‌نویسم، خیلی زیاده بچه ها. این یعنی شما رسمی، این یعنی وشو بکنید نه، میشه نو. نو یعنی ما. نو تموم شد. در واقع من باید این از این ف از این مصدر که در واقع ریشه هست آخرش رو حذف کنم و یه چیزی اضافه کنم که صرف رو نشون بده. مثلا من واسه وو اینو حذف کردم، اوزت اضافه کردم که صرف رو نشون داد. در واقع اینجا هم به همین ترتیب اینو حذف میکنم، مثلا فعل این باشه، مستر ریشه این باشه، اینو حذف میکنم، او ان اس اضافه میکنم. او ان اس ببینید همین مثل ان و او اینجا داره، اینجا هم او و ان داره. میبینید این توی ریشه هم انگار هست، توی این به اینا میگه، به این در واقع واسه صرف. نو حالا خوندنش نو اس آخر کلمه خونده نمیشه. میبینید که به همین ترتیب وو نو یعنی ما، پغ اس اینجا آخر خونده نمیشه، اینم صدای او تو دماغی او ان، درسته؟ مثل لو سون. میبینید پارلون، نو پارلون، وو پارله، نو پارلون، ایل پارل، elle parle. Parlez. Je parle. Tu parles. Vous parlez. Nous parlons. Elle, il parle. خب. آنها هم میگم بهتون بعدن. اینو حالا فعلا نمیگم. آنها چند نفر باشن؟ جمع. که در واقع همین ال اگه چند تا اگه چند جمعی از زنان باشن همین ال یه اسم میگیره میشه جمع زنها، مثلا آنها، آن زنها. اگه جمعی از مردان باشن
ایل یه اس میگیره میشه ایل. میبینید که تلفظش هیچ فرقی نکرد چون اس آخر کلمه خونده نمیشه. و اگر جمعی از مرد و زن باشه باز میشه ایل، فقط اگر زنا یه جمعی باشن میشه ال. میبینید که آنها یعنی چند تا زن و مرد، زن یا چند تا مرد، از نظر تلفظ هیچ فرقی با او یه زن یا او یه مرد میکنه. اگر مثلا من بگم آنها میشه ایل، اگر بگم او مرد میشه ایل، او زن میشه ال، آنها همشون زن باشن ال، زن و مرد و هم ایل. فقط تو نوشتار میبینید که یه اسم میاد که جمع بودن رو مشخص کنه، ولی مثلا این ا، او و ا باید حذف بشه، یه چیزی دیگه اینجا اضافه بشه. و اون چیه بذار بهتون بگم همون بشه، انت. انت پس ال یا ایل پار پارل ال حذف شد انت میگیره، ولی این انت خونده نمیشه بچه ها. جالبیش اینه که این انت خونده نمیشه، یعنی با این که در واقع ما باید ت رو نخونیم تا این پارلان بشه، این آن بشه، آی تو دماغی بشه، ولی اینجوری نیست. انت اصلا فقط تو نوشتار هست، دیده میشه، خونده نمیشه، تموم شد. این یه استثناست، یه استثنایی وجود داره که در واقع این بخش آخری که اضافه میشه به جای او اخ که صرف کنه خونده نمیشه در حالت جمع آنها. همون پارل رو بگم یه بار دیگه، پارل پارل. حالا این چی میشه؟ میبینید هیچ تغییری نکرد. پارل این چی میشه؟ پارل باز هیچ تغییری نکرد. میبینید این چی میشه؟ پارل پارل. خب parler. Je parle. Tu parles. Vous parlez. Nous parlons. Elle parle. Il parle. Elle parle. Il parle. خب این واسه فعلای بود که به ا و ا ختم میشن. این حالت بچه ها منظم هست، یعنی بعضی مواقعی هم وجود داره که فعلای به ا و ا ختم میشن، ا و ا، و این حالت واسه شون صدق نمی کنه. این واسه مثلا بگیم 98% فعلا صدق میکنه، یک چند تا فعل هم هستن که از اون از این قاعده پیروی نمی کنن و اینا رو باید یواش یواش یاد بگیریم. و این که من الان براتون لیست کردم اینا رو، الان بهتون همه رو گفتم به این خاطره که چون اینا خیلیاشو میدونید شما، بنابراین چون من روشم روش لیستی نیست که بیام لیست کنم از همون اول همه رو اینا بهتون بگم بعد شما نتونید استفاده کنید. الان من میدونم شما اینو میدونید، اینم الان حتما میدونید، درس اگه قد درس قبل خوب گوش کرده باشید اینو حتما میدونید. میبینید نو و وو خیلی مشابه هستن، اون تو دماغی میشه این، و میدونید که الو قبلا گفتم، ایلو قبلا گفتم، اینم هیچ کاری نکردیم، فقط من اینا رو جمع کردم، میبینید یه اس اضافه کردم، و میبینید که این تغییری نکرد از توی گفتار، فقط تو نوشتار هست که ما میتونیم ببینیم. و اگه یه نفر بیاد بگه ال پار بدون هیچ مقدمه ای، من نمیدونم که واقعا این اینو داره میگه یا اینو داره میگه، مگر اینکه تو متن مشخص باشه در مورد آنها صحبت میکنه یا در مورد یه نفر اون دختر. مثلا یه نفر بیاد بگه ایل پخ، من نمیدونم اینو داره میگه یا اینو داره میگه، ولی تو متن مشخصه. خب این واسه فعلای او اقدار بود که اونایی که به این حد میشن. فعلای دیگه هم هستن که مثلا به اق او ختم میشن، اینها هم یه قاعده دارن واسه خودشون، کلیاتشون یه قاعده دارن، همیشه چند تا فعل هستن تو اینا که از این قاعده پیروی نمی‌کنن. قاعده اینو هم بهتون میگم درس بعد. و travailler. ببینید travailler، travailler یعنی کار کردن. travailler ببینید گفتیم ای ال ال صدای ای میده، این صدای ای، travailler صدای یه یوسف یه travailler. خب اینو شما الان صرف کنید به عنوان تمرین، به همین صورت صرفش کنید، هیچ فرقی نمی‌کنه، فقط میخواد اینجا ا رو حذف کنید، این انتهایی ها رو پایانی ها رو بهشون اضافه کنید، تموم شد. در جلسه بعد موارد دیگر رو کار میکنم، مثلا فینیر، مثلا شوزیر، شوزیر یعنی انتخاب کردن. مثلا ببینید به ای اق خط شد. خب و درس بعد اینو یادتون نره حتما کامنت بذارید، به همین ترتیب که واسه پغله نوشتم واسه تخوییه بنویسید شما. تا درس بعد، اوغوار.